سرخط خبرها. کسانی که قصد مسافرت دارن از همین لحظه که اعلام میشه سفرشون رو لغو بکنن. محدودیت‌های مسافرتی و جریمه برای متخلفان در ایران. ورود به شهرهای ایران برای افراد غیر ساکن ممنوع می‌شود. شمار قربانیان کرونا در آمریکا از 1000 نفر گذشت. آمار مبتلایان در جهان هم به مرز 1,000,000 نفر رسید. روز سیاه اسپانیا. آمار جانباختگان کرونا در این کشور از چین فراتر رفت. سلام و این به این بخش خبر خوش آمدید. بر اساس آمار دولتی شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بالای 29 هزار نفر رسیده. بیش از 2200 نفر هم بر اثر ابتلا به این بیماری جانشان را از دست دادند. دولت اعلام کرده از امروز طرح فاصله گذاری اجتماعی برای کاهش ابتلا به ویروس کرونا اجرا می شود. حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور ایران امروز جزئیات بیشتری از این طرح را اعلام کرد، از جمله محدودیت های مسافرتی و در نظر گرفتن جریمه برای مخالفان. حسن روحانی رئیس جمهوری هم از طرح دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده بر اثر شیوع بیماری کووید 19 خبر داد. البته باید اینجا عذرخواهی بکنم، در هدلاین در سرخط خبرهای امروز گفتم که مرز قربانیان مبتلایان به ویروس کرونا به 1,000,000 نفر، به 500,000 نفر رسیده. آمار درست مهدی بیگی گزارش میدهد از تازه ترین ها. مسافرت بی مسافرت، به قصد سفر به جاده بزنید، ماشینتان 1 ماه توقیف می شود و خودتان 500 هزار تومان جریمه. دولت از فردا می خواهد سخت گیری کند با اجرای طرحی 5 بخشی برای کاهش زنجیره انتقال کرونا. 1. کسانی که قصد مسافرت دارند از همین لحظه که اعلام میشه سفرشون رو لغو بکنن. 2. کسانی که الان در مسافرت هستند سریعتر به خانه برگردند. 3. اینکه اعمال محدودیت های حداکثری در حمل و نقل مسافری، اهم از هوایی، ریلی و اتوبوس های بین شهری هست. محور 4 تر، تعطیلی، ادامه تعطیلی دانشگاه ها، مدارس، بستان ها، پارک ها، مراکز ورزشی. محور 5 تر، برگزاری هر گونه مراسم، اهم از رسمی و غیر رسمی. روزی تهران صاحب خبرینی، هر کی میخواد بیاره، هر کی میخواد بره بره، هر کی میگه برو برو، هر کی میگه نرو. آنهایی که از مسافرت باز می‌گردند در مسیر نباید از داخل شهرها عبور کنند، باید از کنار گذرها بروند. به گفته معاون وزیر کشور، تمام کسب و کارهایی هم که کالا و خدمات ضروری مردم را تأمین نمی‌کنند باید تعطیل شوند، وگرنه پلمپ می‌شوند. عرض کنم خدمت شما، متاسفانه به هر حال مجبورم که گزارش کنم اگرچه خبر. و این کنفرانس خبری دردناک روزانه. آخرین آمار وزارت بهداشت ایران این است: در 24 ساعت گذشته با ابتلای بیش از 2300 نفر آمار کل مبتلایان به 29406 نفر رسیده. با مرگ 157 نفر دیگر تعداد کل فوتی‌ها 2234 نفر شده و در کل 10457 نفر هم بهبود پیدا کردند. این آمار دولت ایران است، اما برخی منابع خبری و همینطور عده‌ای از سیاستمداران داخل ایران میگویند اعداد بالاتر از این هاست. با وجود بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اوضاع خوب است. فکر نمی‌کنم هیچ کشوری شرایط کشور ایران رو داشته باشه که در حال حاضر در سخت‌ترین شرایطی که همه کشورهای دنیا باش مواجه هستند، ما حدود 20 هزار تخت بیمارستانی خالی رو در اختیار داریم. رئیس جمهوری ایران همچنین از طرح‌های دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده صحبت کرد.
مشروط بر این که کارگری رو اخراج نکرده باشند و نکنند. اگر بنگاه صدمه دیده و کارگری رو اخراج نکرده، ما تسهیلات ارزان قیمتی رو در اختیار اونها قرار میدیم. امروز پنجشنبه 7 فروردین 1399 خیابان فاطمی. اما ویدیوهایی که مخاطبان بی بی سی فارسی فرستادند هم نشان می‌دهد که عده بیشتری از مردم هشدارها را جدی‌تر گرفتند و خانه نشینی بیشتر شده. اینجا مشهد، تاریخ 7/1/1399، به علت شیوع کرونا کلیه مغازه‌ها همه بستن کلن. عده‌ای هم از کارهای غیر ضروری می‌نالند. ضروری هست الان یک تابلو رنگ بشه پایه. و اینجا هم بوی نان تازه در خانه‌ای در اقلید استان فارس. این قرنطینه خانگی، ما در حال پخت نان هستیم با آرزوی سلامتی برای مهدی بیگی، بی بی سی. بیشتر در گفتگویی با حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی از او پرسیدم آیا حالا برای قرنطینه کردن شهرها دیر نیست؟ اعتقاد من هنوز هم نمیشه گفت که دولت جسارت اینو پیدا کرده که دست به اعمال قرنطینه بزنه. در واقع وقتی از قرنطینه صحبت میکنیم در یک شرایط اضطراری، اون نقطه بارزی هست که دولت باید بتونه اعمال حاکمیت بکنه، در واقع شکل سخت اون، و اونجاییه که در واقع نشون میده که یک دولتی چقدر توان داره برای اینکه اقناع ایجاد بکنه و چقدر ابزار داره برای اینکه اعمال حاکمیت بکنه. شما همین الان هم میبینید که در واقع اون چیزی که داره انجام میشه، مدیریت اون به اصطلاح کار خرابیه که چند روز پیش انجام شده. یعنی در واقع الان مهمترین کاری که دولت میخواد بکنه اینه که اون حالا چند صد هزار نفری که به مسافرت رفتن رو مدیریت بکنه، و ما میدونیم که یه همچی کاری عملا فقط میشه ادعاشو کرد و خیلی خیلی سخته که در صحنه اجرا شما بخواید اینو انجام بدید. به هر حال به نظر میرسه اون چیزی که دولت به افکار عمومی تا الان انتقال داده صرفاً یک جور سردرگمی بوده، و این جنبش اجتماعی که میشه گفت راه افتاده و این کمپینی که برای در خانه بمانیم، واقعیتش اینه که فکر کنم هر ناظر منصفی قبول داشته باشه که این رو در واقع فعالین اجتماعی و فضای اجتماعی و خود مردم بودن که تبلیغ کردن و دولت رو هم تا حدی دور خودشون گردوندن و به دنبال خودشون کشوندن. و اون چیزی که باید دقت بکنیم در این حال اینه که در این عمده کاری که دولت کرده در این مدت این بوده که مردم رو کمتر خواسته به اینه که بیان به پیشخانه های دولت، به میزهای خدمتی که به اصطلاح دارن، و اینو واقعا قطع هم نکرده. یعنی شما ببین، از یک طرف شما روز قبل میگید که ادارات به موقع باز خواهد شد، مردم باید بیان. وقتی که اینو داره میگیم، یعنی هم کارمند باید بیاد، هم ارباب رجوع باید بیاد، همون کسی که تعهدات اجتماعی و اقتصادی داره باید پیگیر کاراش باشه، و هم اون، یعنی دو طرف باید بیان. از اون طرف میگید که در خانه بمانید. این در واقع تضاد نشون میده که به شدت اعمال حاکمیت در ایران دچار دشواری هست، و به نظرم الان همه حاکمان و سیاستمداران در گروه های مختلفی که در قدرت سیاسی هستند در ایران، بیش از اینی که به فکر امروز باشن، به فکر اینن که هر اقدامی که در چارچوب مباحث مربوط به قرنطینه و کنترل کرونا میکنن چه تأثیری بر آینده سیاسی اونها داره و جریان اونها. به هر حال خیلی روشنه که آقای روحانی مدت ها از تصدی فرماندهی این قضیه شونه خالی میکرد. خیلی این قضیه علنی شد، رهبری بهشون در واقع تذکر شد علنی دادن، این بحث به جامعه کشته شد، و به نظر میرسید که ایشون هنوزم خیلی مایل نیست که بگه من اومدم و این کار رو میخوام انجام بدم، شاید به دلیل اینکه همه نگرانن که بعد از این چی میشه. در حالی که اکثر کشورها، آقای زیدآبادی، اکثر کشورها و رهبرانشون وقتی میان صحبت میکنن از کمبود امکانات صحبت میکنن، آقای روحانی هر دفعه که میان صحبت میکنه یک تعریفی هم از شرایط موجود میکنه و به طور مثال الان از 20,000 تخت اضافه بیمارستانی در ایران صحبت میکنه. خب ببینید، این که حرف قابل اعتنایی نیست، چون که شما ببینید الان وقتی که
میلیاردها تومان وام داده شده به یک کسی که حالا به هر حال ثروتمنده و گفتن که شما پاساژ تو تبدیل بکن به بیمارستان ما، چند هزار تخت خوابی ارتش 48 روزه زده. خب اگر بود که این لازم نبود. مسئله اتفاقا این نیست حال از نظر پزشکی که تخت بیمارستانی صرف نیست که پتروش باشه، چیزی که اهمیت داره تخت های آی سی اویه. به هر حال اینی که وقتی ما میگیم نه نشانه قدرت و نشانه اعتماد به نفس نیست، نشانه همون نگرانی هست که گفتم. شما وقتی که با مشکل مواجه هستید، مهمترین مسئله اینه که بپذیرید که با مشکل مواجه هستید، و اگر هی بخواید مقایسه بکنید که این اینجوری شد و اونجوری شد، در واقع هنوز متاسفانه حاکمیت از بحران عقب هست و نگرانی های سیاسی داره، که چون میدونه که این مسئله مسئله مهمیه. این دیگه اقتصاد نیست که حتی با عینی بودنش بشه حالا با یه مقدار چاپ پول قضیه رو به تأخیر انداخت، یه مقدار نفت بیشتر فروخت، یه مقدار این یه مسئله عینیه که نیاز به مدیریت آنی داره. هر روز نتیجه کار معلوم میشه که چند نفر فوت شدن، چند نفر مبتلا شدن، و متاسفانه میبینیم که بیشتر به یک شاید چیزی شبیه طنز تبدیل شده. و دیدیم که از پایین هم باز این اتفاق شروع شد، یعنی همین بحث ممنوعیت سفر. شما دیدید که رئیس شورای شهر، فرماندار اونجا، اینا اومدن، و در همین حد هم به نظر من باقی خواهد ماند. خیلی نمیشه انتظار داشت. گفتگویی بود با حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی. ولی واکنش ها به این موضوع هم خیلی زیاد بوده در شبکه های اجتماعی، مال جریمه ها و محدودیت های تازه. رجا اسدی همکارم واکنش ها رو دنبال کرده، بیشتر بهمون بگو رجا. الان بحثی که خیلی داغ شده در شبکه‌های اجتماعی، بحث بحران در تصمیم‌گیری مدیران کشور و همچنین سردرگمی مدیران. یک توییتی داره دست به دست میشه که صحبت‌های آقای روحانی رو تایملاینش رو چیدن، که مثلا در اواسط اسفند ما گفته بودش که از شنبه به حالت عادی برمیگردیم، بعد در اواخر اسفند گفت از مرحله اوج بحران عبور کردیم، و بعدش صحبت‌هاشو دارن دوباره بازگو می‌کنن که قرنطینه نمی‌کنیم، قرنطینه مربوط به جنگ جهانی اوله، الان ما خیلی پیشرفته تریم، و حالا دارن میگن مدیران ما خودشون سردرگم هم و نمیخوان، نمیدونن چه کار دارن میکنن. بحث دیگه ای که پیش اومده بحث مسئله قرنطینه است. خیلی دارن میگن آقای روحانی سر باز زده از استفاده از لفظ قرنطینه و داره میگه فاصله گیری اجتماعی، اما بعضی ها معتقدن که این کاری که الان داره اعمال میشه اصلا نمیشه اسمشو قرنطینه گذاشت، فقط دارن ممنوعیت در بین شهرها رو اعمال میکنن، سفر کردن به شهرهای مختلف رو اعمال میکنن، و همینطور بعضی از کارها رو در داخل شهرها، محدودیت‌های رفت آمدی رو در داخل شهرها انجام میدن، اما این اسمش قرنطینه نیست و فاصله گذاری یا فاصله گیری اجتماعی شاید بهش گفت، که اون هم در مراحل خیلی ابتدایی این هست، چون فاصله گیری اجتماعی خودش مراحل مختلفی داره، و تا وقتی که ماندن در خانه رو اجبار نکنن و اعمال نکنن، این فاصله گیری اجتماعی به طور کامل اجرا نمیشه. بعضیا دارن میگن که مردم خیلی جلوتر از مدیران ما دارن حرکت میکنن، در جلوتر از دولت و آقای روحانی دارن حرکت میکنن، خودشون در چالش های اجتماعی که رو انداختن، در شبکه های مجازی ماندن در خانه رو از همون ابتدای شیوع کرونا تبلیغ کردن و از همدیگه خواستن که بمونن، و این نشون میده که چقدر مردم جلوتر از مسئولانشون دارن حرکت میکنن. اما در کل همه معتقدن این کار درسته که انجام داره میشه، ولی خیلی دیر دست به اقدام زده دولت. خیلی ممنونم از تو رجا اسدی. شمار جانباختگان بر اثر کرونا در اسپانیا از 4000 نفر و در آمریکا از 1000 نفر گذشت. تعداد مبتلایان شناسایی شده به این ویروس در جهان هم در حال رسیدن به 500000 نفر است. اما از چین گزارش شده که زندگی در ووهان، کانون کرونا در این کشور، در حال بازگشت به شرایط عادی است. در این میان حزب الله لبنان اعلام کرده که 25000 نفر از کادر درمانی را برای مبارزه با کرونا بسیج کرده. همچنین قرار است شماری از خانه‌ها و هتل‌ها هم به مراکز قرنطینه تبدیل شود. مهرداد فرهمند نگاهی دارد به وضعیت کرونا در نقاط مختلف جهان. فرودگاه ها در استان هوبی، کانون کرونا در چین، باز شد، البته با احتیاط. مسافران را تست می کنند و هر که را مشکوک به کرونا باشد روانه قرنطینه. قطارها هم دوباره پر از مسافر می شود. فقط در مورد شهر ووهان این استان که به خاستگاه کرونا معروف شده، قرار است قطارها تا هفته دیگر فقط مسافر ببرند، مسافر نیاورند. دولت چین
پیروزمندانه اعلام کرده که حالا که از پس کرونا دارد به تنهایی برمی‌آید، به بقیه دنیا هم کمک می‌فرستد و تجربه‌اش را در اختیار می‌گذارد. اماکن دیدنی چین به روی گردشگران باز شد. پاندا هم برای شیرینکاری‌هایشان باز تماشاچی پیدا می‌کنند. اما ایتالیای توریستی همچنان خالی از گردشگر است. وضعیتش بحرانی. اوضاع چنان خراب است که روسیه دارد به ایتالیا ارتش گسیری می‌کند. البته سالدادهای روس نمی‌روند اشغال کنند، کمک می‌برند. آن هم این همه راه را از زمین و از دل کشورهایی که قبلاً اقمارشان بودند. شاید برای اینکه بار دیگر خودی به نمایانند. پوتین امروز 20 سال می‌شود که در قدرت است. قرار بود ماه آینده با همه پرسی ادامه فرمان روایش را تضمین کند، اما حالا کرونا ناچارش کرده که همه پرسی را به تأخیر بیاندازد. با اینکه تا به حال خیلی کرونا را جدی نمی گرفت و می گفت قرنطینه کردن بزرگترین کشور جهان ناممکن و بیفایده است، حالا دستور داده از فردا همه پروازهای خارجی لغو شود و هفته آینده کسی سر کار نرود. با این حال مسابقات جهانی شطرنج برقرار است. فقط بدون تماشاچی و بدون دست دادن حریفان. مرتضی فرهمند، بی بی سی. اما یونان هم یکی از جاییست که به دلیل حضور تعداد زیاد پناهجویان مورد توجه قرار گرفته. سازمان ملل از خطری که متوجه جان افراد آسیب پذیر ابراز نگرانی کرده. شاهین رحمانی، پناهجوی ایرانی از شهر میتیلینی، مرکز جزیره لسبوس در کمپ پناهجویان موریا با ما هستند. آقای رحمانی، بیشتر به ما بگید الان شرایط در کمپی که شما هستید چطوره؟ سلام خدمت شما بینندگان عزیز. الان فعلا شرایطی که توی کمپ پیش اومده، کلیه ارگانهای دولتی و پلیس کمپ رو قرنطینه کردن. تمام راه‌های زمینی که منتهی میشه به شهرهای اطراف رو بستن. یه جوری کل کمپ رو قرنطینه کردن و هیچ که حق خروج نداره. و در روز کلا یک یا دو تا اتوبوس میتونه ورود و خروج کنه برای رفت آمد مهاجرا. و اینکه کسی اگه بخواد از کمپ خارج بشه، باید الان یه اس‌ام‌اس یا پیامی توی سامانه‌ای که پلیس و دولت یونان تنظیم کردن برای مهاجرا و کلیه شهروندای این جزیره پیامی ارسال کنه که برای اجرای کارهای ضروریشون بتونن به شهر بیان و بتونن کارهاشون رو انجام بدن. و کرونا فعلا توی این جزیره نیومده و دو تا از افراد گریک یا یونانی خود کشور یونان مبتلا شدن به این ویروس و خدا رو شکر افراد پناهجو اینجا مشکلی براشون پیش نیومده. الان پناهجویان چه مشکلاتی دارن در این کمپی که شما هستید؟ چه نگرانی هایی دارند؟ بزرگترین مشکلی که فعلا پناهجوها با اون دارن دست پنجه نرم میکنن، نزدیکی بیش از حدشون با همه، چون اینجا ازدیاد جمعیت خیلی زیاده. یه چیزی حدود 20 تا 25 هزار جمعیت توی منطقه خیلی کوچیکی جمع‌آوری شدن و اینا رو نگه می‌دارن اونجا. و اگه دو نفر یا سه نفر که دچار این ویروس باشن و داخل کمپ برن، مطمئناً طی یکی دو روز کلیه افراد کمپ دچار این ویروس میشن و مشکلات زیادی پیش میاد. از لحاظ درمانی و پزشکی هیچ گونه حمایتی نمیشن، هیچ گونه کادر متخصص و تخصصی برای افراد نیومده. یک سری از ولنتیرهایی که اومدن اینجا و میخوان کمک کنن نمیذارن براشون، مشکل ساز میشه. دولت یونان رو نمیذارن فعالیتشون رو انجام بدن. چند تا از مؤسسه‌های خیریه که اومده بودن اینجا ماسکای مورد نظر پناهجوها و ژلای ضد عفونی و کارهای پیشگیری اولیه رو براشون انجام بدن، دولت یونان جلوگیری میکنه و نمیذاره فعالیتشون رو به نحو احسن اینجا انجام بدن. متشکرم از شما شاهین رحمانی، پناهجوی ایرانی در جزیره لسبوس با ما.
شمار قربانیان ویروس کرونا در اسپانیا حالا چین را هم پشت سر گذاشته. تنها در شبانه روز گذشته 655 نفر در این کشور جان باختند که تعداد کل تلفات را به بیش از 4000 نفر میرساند. پارلمان اسپانیا هم وضعیت اضطراری در این کشور را برای دست کم دو هفته دیگر تمدید کرده. خبرنگار بی بی سی دمیان گراماتیکاس از مادرید گزارش می‌دهد. نمای حزن‌انگیز روزی تیره و تار برای اسپانیا. ونها پشت سر هم قربانیان کرونا را اینجا می آورند. بزرگترین پیست اسکی روی یخ مادرید که حالا از آن برای نگهداری از ساد قربانیان استفاده می شود. این کار واقعا لازم بود. تعداد جنازه ها بیشمار است. هر دم بر شمار بیمارانی که به بیمارستان های اسپانیا می آیند افزوده می شود. شمار مبتلایان هر روز افزایشی جهشی دارد. بیش از 5000 نفر از کادر درمانی کشورم بیمار شدند. بخشی از برنامه‌های ویژه دولت راه اندازی این مراکز برای انجام دادن سریع آزمایش تشخیص کرونا است. کار نمونه برداری ناخوشایند آزاردهنده است. و کار با نمونه‌ها هم با احتیاط بسیار زیادی انجام می‌شود. چون ممکن است حاوی عامل بیماری‌زا باشند. تونی نگران است که اعضای خانواده‌اش را هم آلوده کرده باشد. من خیلی نگرانم، به ویژه برای خانواده‌ام و بیمارم. در خونه خودم رو در اتاق قرنطینه کردم و به تنهایی مشغول درمان علائم بیماری هستم. تمام کشور برای مبارزه با این ویروس دست به کار شده. این تانکر حامل مواد شیمیایی وارد پادگان ارتش در حومه مادرید می شود. در این پادگان محلول ضدعفونی دست تولید می کنند. گالون گالون، پشت سر هم. برای تأمین نیاز بیمارستان ها چه میزان تقاضایشان بسیار زیاد است. کاری که ما می کنیم خیلی مهمه. هر کاری که از دستمون بر بیاد برای کمک به حل بحران انجام می دیم. حالا محصولی که در این اسلحه سازی ساخته می شود گلوله نیست. بلکه داروز تا قفسه های داروخانه ها را که به سرعت خالی می شوند پر کند. بسته هایی که اینجا تولید میشه پاراسیتاموله. ارتش اسپانیا سلاحش رو زمین گذاشته و سلاحی رو که برای این نبرد برگزیده بسته های داروز. سایر مردم هم در همه جای اسپانیا در این نبرد مشارکت میکنند. عینک های ایمنی تر راهی تولید میکنند که پزشکان با کمبود آن مواجهند. آنهایی هم که در خانه مانده اند برای افراد سالمند ماسک درست میکنند. پرستاری با این توییت از کسانی که برایش این محافظ شفاف صورت را فرستادن سپاسگزاری کرده. و این هم پاسخ مردم به آن. هر شب در هر شهر و روستا در سراسر اسپانیا صدای ملتی قدردان شجاعت و فداکاری کادر درمانی کشور شد. دولت افغانستان و گروه طالبان توافق کردند رهایی زندانیان دو طرف 5 روز دیگر آغاز شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته هیئتی را برای نظارت بر آزادی زندانیانشان به زندان بگرام می‌فرستد. شورای امنیت ملی افغانستان هم گفته آزادی زندانیان گروه طالبان مطابق فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور صورت خواهد گرفت. علی حسینی از کابل با ماست. بیشتر از این توافق دو طرف به ما بگو علی. به نظر میرسه تکنولوژی یخ رابطه دو طرف را به ویژه از طرف طالبان آب کرده. تا اندازه گروه طالبان اصرار میکرد و تاکید میکرد که هیچگاه با مقامهای دولت افغانستان رو در رو نمینشینند، اما پشت یک دوربین نشستن. دو جلسه کنفرانس ویدئویی داشتن، یکی 2.5 ساعته 3 روز پیش و یکم 4 ساعته دیروز، و به این نتیجه رسیدن که روند رهایی زندانیان دو طرف، 5000 زندانی طالبان از طرف دولت افغانستان و 1000 زندانی نیروهای امنیتی افغانستان از طرف طالبان آزاد شود. سهیل شاهین سخنگوی سیاسی گروه طالبان اشاره ای نکرده که این روند چگونه آغاز خواهد شد، اما شورای امنیت ملی افغانستان گفته که بر اساس مکانیزم دولت افغانستان که آقای غنی چندی پیش مطرح کرده بود، یعنی مرحله به مرحله این کار صورت میگیره و در مرحله اول 100 نفر از زندانیانی که مشخصات اینطور داشته باشه که آسیب پذیریشان در برابر کرونا زیاد باشد، از نظر صحی ضعیف باشد و همچنین از نظر سنی سنشان بالا باشن، با گرفتن ضمانت کتبی رها خواهند شد. و آیا این به این معنی است که گفتگوهای بین الافغانی زودتر از آنچه که انتظار میرفت شروع خواهد شد؟
خب زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان که در این روند هم دخیل بوده خوشبین به نظر میرسه و این را یک اقدام مثبت میدانه. ما میدانیم که تاکنون قبل از آغاز گفتگوهای بینون افغانی تنها مانع بر سر راه ای بوده که دو طرف به یک توافق نرسیده بودن بر سر رهایی زندانیا. حالا که ظاهرا به نظر میرسه به این توافق رسیدن و اگر مشکل خاص دیگری به وجود نیاید به نظر میرسه که فعلا در مرحله بعدی منتظر آغاز زمان مذاکرات بین الافغانی و گفتگوها بین طالبان و نمایندگان از طرف دولت افغانستان باشیم. دولت افغانستان میگه که این فهرست آماده شده ولی فعلا اعلام نکرده. متشکرم از تو علی حسینی در کابل. خیلی از کودکان خردسال ایرانی که با اشتیاق منتظر رسیدن بهار و نوروز و اتفاقات حواشی اون بودن امسال رو در قرنطینه میگذرونن. شاداب شایگان هنرمند ساکن وین اتریش از این بچه‌های در قرنطینه دعوت کرد که نقاشی بکشن و براش بفرستن و او از این نقاشی‌ها انیمیشن می‌سازه و در اینستاگرام خودش به اشتراک می‌گذاره. استقبال بچه‌ها از این ایده خیلی زیاد بوده و نقاشی‌های زیادی هم به دست خانم شایگان رسیده. دعوت می‌کنم انیمیشن نقاشی سفره هفت سین بچه های ایرانی در قرنطینه کرونا رو ببینیم. ممنونیم از شاداب شایگان و هنرمندان کوچولویی که این نقاشی ها رو کشیده بودن. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.